ششم مارس سال 1975 میلادی عهدنامه 1975 الجزایر میان کشورهای ایران و عراق با وساطت الجزایر امضا شد و خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروندرود تعیین شد. این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در 15 اسفند سال 1353 در الجزیره که پیش زمینه امضای پیمان نامه شد و میانجیگری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شد. هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقت‌نامه‌های مرتبط در بغداد بوده است. این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجیگری هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر بین عباس علی خلعتبری و سعد الحمادی وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروندرود بر پایه خط تالک تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از رخنه اخلالگران در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند. پیمان الجزایر در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی و صدام حسین بسته شد. کمتر از 6 سال بعد جنگ ایران و عراق دومین جنگ طولانی قرن 20 شروع شد. نسخه اصلی این پیمان هم اکنون به عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نگهداری می شود. محمد رضا شاه پهلوی با همان نگاه اولش فهمیده بود صدام چه در سر دارد. در سال 1353 محمد رضا شاه پهلوی در پاسخ به این سوال که چرا اینقدر هلیکوپتر کبرا می‌خرید پاسخ داده بود از همسایه هم سوال کنید که چرا اینقدر تانک می‌خرد. من برای هر تانک عراقی یک کبرای آماده پرواز دارم. هوا نیروز در کنار نیروی زمینی ارتش یکی از تاثیرگذارترین نقش‌ها را در طول 8 سال جنگ ایران و عراق بازی کرد، نقشی که بیش از 20 سال برای آن سرمایه گذاری شده بود. هوا نیروز نیرویی بود که در تمامی عرصه ها چه خشکی چه دریا پشتیبان نیروهای زمینی بود. در برابر ستونهای زرهی عراق ایستاد. در عملیات حمله هوایی نیروهای زمینی را به جبهه های جنگ منتقل کرد. ساکنان آبادان را در زمان محاصره نجات داد و هزاران مجروح را از میدان جنگ به بیمارستان رساند. اگر هوا نیروز وجود نداشت، ارتش ایران امکان مقابله با نیروی زرهی قدرتمند ارتش عراق را نداشت. در سال 1357 ایران سومین هوانیروز قدرتمند جهان و دارای بزرگترین ناوگان هلیکوپتری آسیا بود. هوانیروز با 3 گروه پشتیبانی رسمی و پشتیبانی عمومی در شهرهای کرمانشاه، کرمان و اصفهان، 1 پایگاه پشتیبانی فرماندهی در تهران و 1 گروه پشتیبانی رسمی در دست تأسیس در مسجد سلیمان مجهز به 806 فروند هلیکوپتر و 40 فروند هواپیما بود. تشکیل و راه اندازی این نیرو و پایگاه‌هایش 16 سال یعنی از سال 1341 طول کشیده بود. اما سوال این است که چرا ارتش ایران به چنین نیروی قدرتمندی مجهز شد؟ در آن سالها که جنگ سرد در جریان بود، نیروی زرهی کشورهای غربی عضو ناتو و کشورهای همپیمان آمریکا در برابر نیروی زرهی قدرتمند بلوک شرق و به خصوص شوروی سابق بسیار ضعیف بود و این ضعف در ارتش ایران هم که بیشتر به تسلیحات غربی مجهز بود وجود داشت. قدرتمندترین تانک‌های ایران تانک آمریکایی M60 و تانک انگلیسی چیفتن به زحمت توان رویارویی با تانک‌های قدرتمند روسی مثل T62، T64 و T72 را داشتند. برای برطرف کردن این ضعف و با توجه به تجارب جنگ ویتنام، ناتو هوانیروزهای قدرتمندی را با هلیکوپترهای تهاجمی مجهز به تسلیحات ضد تانک تشکیل داد. ایران نیز که هم پیمان غرب بود از قافله عقب نماند و سال 1350 با نظارت و ریاست سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده وقت هوانیروز که به او لقب معمار هوانیروز داده بودند مطالعات لازم برای خرید هلیکوپترهای تهاجمی با قابلیت استفاده از موشک ضد تانک را آغاز کرد و در نهایت در تیر ماه سال 1352 هوانیروز ایران 202 فروند هلیکوپتر تهاجمی بل AH-1 جی کوبرا خرید. در تابستان همان سال هوانیروز با قراردادی 345 میلیون دلاری اقدام به خرید 287 فروند هلیکوپتر همه منظوره ترابری سبک بل 204 آ ملقب به اصفهان کرد، هلیکوپتری که در طول جنگ ستون فقرات ناوگان ترابری هوانیروز بود. در آن زمان هوانیروز ایران از کمپانی بل خواست تا هلیکوپتری منطبق با نیازهای ایران طراحی کند. بنابراین فهرستی از قابلیت‌های مورد نیاز خود را به این کمپانی داده بود و ساخت و توسعه آن نیز با نظارت دقیق مسئولان هوانیروز ایران انجام شد.
پیش از آن هوا نیروز ایران در سال 1349 هلیکوپترهای آگوستابل 205 و 206 را برای مأموریت‌های ترابری، آموزشی و شناسایی و در سال 1350 هلیکوپتر CH-47 سی شیونگ یک هلیکوپتر ترابری سنگین را به خدمت گرفته بود. هوا نیروز ایران بجز تأمین امنیت در بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل کمک رسانی می کرد و به درخواست همپیمانان منطقه ایران به کمک آنان می شتافت. به عنوان مثال در شهریور و مهر سال 1352 هوا نیروز قدرتمند ایران در دهها صورتی پرواز به کمک سیل زدگان پاکستان رفت و در آذر همان سال به ارتش این کشور کمک کرد امنیت را به بلوچستان پاکستان بازگرداند. در جنگ ظفار هم هوا نیروز یکی از مهمترین نیروهای نظامی ایران در عمان بود. هوا نیروز ایران همواره کابوس نیروهای زرهی ارتش عراق بود. کابوسی که با شروع جنگ 8 ساله با عراق به حقیقت تبدیل شد. هرچند هوا نیروز مجبور شد علاوه بر وظیفه خود بار لشکر 92 زرهی نیروی زمینی را هم به دوش بکشد که توان رسمیش به علت پاکسازی‌های گسترده به کمتر از 20% کاهش یافته بود. خود هوا نیروز پس از انقلاب صدها نیروی با تجربه را که سابقه حضور در عملیات نظامی در پاکستان و عمان داشتند از دست داده بود و سران حکومت تازه تأسیس ایران به فکر فروش هلیکوپترهای کبرا و بل 214 آن بودند. اما این نیرو هلیکوپترها و یگانهایش را از دست نداد چون در نبرد با نیروهای مسلح مخالف که به طور مستقل یا تحت حمایت عراق در استانهای کردستان و آذربایجان غربی فعالیت می‌کردند کارایی‌اش را نشان داده بود. بعد با شروع جنگ هوا نیروز به یکی از نیروهای حیاتی و اثرگذار در عرصه نبرد بدل شد. گروه یکم پشتیبانی رسمی هوا نیروز در کرمانشاه پیشتر در اواسط شهریور 1359 در درگیری‌های مرزی با عراق شرکت کرده بود، اما با تهاجم رسمی عراق در روز 31 شهریور ماه تمامی گروه‌های رسمی و عمومی هوا نیروز اقدام به اعزام هلیکوپترهای خود به مناطق عملیات غرب و جنوب غربی کشور کردند. هوا نیروز ارتش ایران از نخستین روز جنگ تا آخرین روز آن تقریبا در هر عملیاتی که انجام شد از نیروی زمینی پشتیبانی کرد. از نخستین عملیات مثل دفاع از دسفول، شکست حصر آبادان، عملیات اژدر، اسکورت نفتکش‌ها در خلیج فارس و آزادسازی خرمشهر گرفته تا آخرین عملیات مثل خیبر و الفجر 8 و مرصاد، هوا نیروز در همه آنها حضور همه جانبه داشت و در مجموع در 96 عملیات آفندی و پدافندی و ده‌ها عملیات کوچک دیگر نقش حیاتی ایفا نمود. حتی در عملیات‌های مستقل سپاه پاسداران هم این هوا نیروز بود که انتقال نیروها، انتقال تجهیزات و آذوقه و تخلیه مجروحان را انجام می‌داد. در طول 8 سال جنگ هوا نیروز نزدیک به 300 هلیکوپتر خود و ده‌ها خلبان و خدمه پروازیش را از دست داد و ده‌ها فروند هلیکوپتر دیگر هم به علت آسیب‌های وارده در عملیات نظامی غیر عملیاتی شدند. طوری که در سال 1367 تنها 240 هلیکوپتر عملیاتی در خدمت این نیرو بود. حتی در اون وضعیت هم هوا نیروز ایران هنوز قوی ترین هوا نیروز خاورمیانه بود. با همه این اوصاف بجاست که یاد پدر آسمانی ایران محمد رضا شاه پهلوی را گرامی بداریم که با تدبیر و خردش ایران را در برابر دشمنان خارجیش مسلح کرد تا با وجود همه بیدانشی ها و بیتدبیری های جمهوری اسلامی کشور توان دفاع در مقابل صدام را داشته باشد. اگر این پست رو دوست داشتید لایک کنید و کانال ما در یوتیوب رو سابسکرایب کنید.